honored to have Mr. Beghi, Consul General of Iranian Consulate Peshawar. Thank you very much, sir, for your interest to visit our university. I request you to please share your thought, Mr. Beghi, please. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. It's a great pleasure for me to be here as one of your guests, and I should thank everyone, especially the many people that I was in Jaffari that he called our office and to arrange this program from last week. Of course, this is my second visit to Haripur. The other time, about more than 1 year back, that I came here, I couldn't be here with your guests at the university. And once again, I should thanks all of you to gather here that we can see each other first of all, and talk together, and we heard a very useful also a speech from our elected ulama brothers. So I'm going to having this in the Persian language, and my colleague Mr. Emtiaz will go for some courses in Urdu language. So, first of all, I should thanks again Professor Abed Farid, the Vice Chancellor, to let us to be here to gather together to having this program and during these days, and is the simultaneous of the Rabi al-Awwal and the birthday of the our great Prophet Muhammad, peace upon with him. And I should thanks the ulama, Dr. Mufti Abdul Wahid, and also Mufti Abdul Azhar and Dr. Maimun that is arranging, and also Jafari Sahib that gathered for the program, and also the professor for psychology that she joined to us later, and also other professors, and also the students that I know that you have the courses in your program, but you came here that we have this opportunity that to be together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. That's meaning one, two, four 100,000 prophets, if they gathered here once moment together, their message is the one. And that is the unity of Ummah, unity of Muslim around the world, and our two brothers also talking about this matter for you. So let us first say about this matter in Persian language and so on. و همه شما عزیزان ابتدا ماه مبارک و ربیع الاول و ولادت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. و بار دیگه تشکر می‌کنم از شخصیت‌هایی که در اینجا جمع شدند و همینطور از ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر عابد فرید و همینطور آقای نیر حسین جعفری که در واقع این برنامه رو تنظیم کردن و سایر اصلا در کار
از تشریفات ما یه روحانیون هم تشکر میکنه. ما در واقع جمع شدیم اینجا که یه بار دیگه بگیم که میتونیم در واقع کمک بکنیم به وحدت بین مسلمین، برای اینکه اندیشه هامون یکیه، برای اینکه تفکرمون یکیه. اسلام اساساً به ائتلاف و وحدت نیاز داره و همیشه بر همین اساسه. به همین جهت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی روزهای 12 تا 17 ربیع رو هفته وحدت نامگذاری کردن تا مسلمانان جهان از این فرصت استفاده کنند و هر کدوم یه گامی رو در جهت این ایجاد وحدت بردارن. مقصود ما از وحدت این نیست که همه پیروان یک مذهب باشیم، یک فرقه باشیم، بلکه و بقیه رو بخوایم از میدون خارج بکنیم، بلکه معنای وحدت اینه که از نگاه ما اینه که مذاهب مختلف برای همدیگر محترم بمانند و در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیزی رو داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی بابرکت مہینے کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیر حسین صاحب اور جناب ڈاکٹر رابط فرید صاحب اور اسی طرح ڈاکٹر میمن صاحب اور کا مشکور ہوں جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا تاکہ ہم سب اس پروگرام کے ذریعے مل بیٹھے. علماء حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس تقریب میں تشریف لائے، کیونکہ میں اس تقریب میں سوائے وحدت کی اور کچھ نہیں دیکھتا. بنیادی طور پر اسلام کو ایک ایسے اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے، اس لیے انقلاب کے لیڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کا نام دیا ہے تاکہ مسلمانان عالم اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرے. وحدت اور اتحاد قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سب مسلمان ایک ہی فرقے سے ہو اور باقی فرقے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں، بلکہ ہماری نظر میں وحدت یہ ہے کہ مختلف فرقے ایک دوسرے کا مکمل احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے. علاوہ ہمیں ہمیں تلاشایی کے درجات وحدت در واقع کلیه فرق اسلامی صورت میگیره در جامعه مختلف و به خصوص علما و اندیشمندان که نقش بسیار مهم دارن، متاسفانه امروز ما شاهد در واقع اسلام هستیم. همه ما حوادث اخیر در جهان اسلام رو مشاهده میکنیم، اما فاجعه بزرگتری که در اون هستیم و رخ داده اقدام آقای ترامپ مبنی بر این که در واقع بیت المقدس رو که قبله اول مسلمین و یکی از ابزارهای وحدت کلیه امت اسلامه، این رو به عنوان پایتخت رژیم غاصب اسرائیل که اساساً فاقد سرزمینه، سرزمین رو غصب کرده، حالا دنبال در واقع پایتخت نمودن بیت المقدسه، این رو معرفی کرده. لازمیه تحقق این هم فقط و فقط به خاطر اختلافات میان مسلمان هاست. متاسفانه روشنه که هیچ مسلمانی قرار دادن قدس به عنوان پایتخت این رژیم غاصب رو به هیچ وجه قبول نخواهد کرد، پذیرفتنی نیست. حتی ملت‌های منطقه و کشورهای اسلامی هم نخواهند گذاشت این توطئه شوم به ثمر برسه. و همینطوری که احتمالاً در جریانی امروز در واقع اجلاس OIC در استانبول ترکیه در واقع برقرار شده و آقای نخست وزیر پاکستان آقای خاقان عباسی و همینطور دکتر روحانی رئیس جمهور ایران هم در این اجلاس شرکت کردند که بلکه انشاءالله با این توطئه شوم مقابله بکنند و تصمیم جدی بگیرند رهبران دنیای اسلام. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عالم اسلام میں کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. حال ہی میں عالم اسلام میں رونما ہونے والے واقعات کا ہم سب کو علم ہے، لیکن ان دنوں سب سے بڑا حادثہ ٹرمپ کی طرف سے بیت المقدس کو اسرائیل کی دارالحکومت قرار دینا ہے. اس عمل کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی باہمی اختلافات ہے، لیکن واضح ہے کہ کوئی بھی مسلمان بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت کے طور پر قبول نہیں کرے گا. خطے کی اقوام اور مسلمان ممالک بھی اس مکروہ سازش کو پائے تکلیف تک پہنچنے نہیں دیں گے.
دشمن مایوسی کے بعد نئی سازش کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو ان سازشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے اور فلسطین کے بہادر عوام کو پہلے سے زیادہ کوشش کرنی ہوگی آج بھی او آئی سی کی جو کانفرنس ہے وہ ترکی میں منعقد ہو رہی ہے جس میں ایران کے صدر وہ بھی شرکت کر رہے ہیں اور حکان عباسی صاحب اور دوسرے آفیشل بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ ممالک جو ہے بیت المقدس کی ایشو پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان پر کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نجات کا واحد راستہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے دین اسلام هیچگاه در واقع ریختن خون مسلمان توسط مسلمان برادر توسط برادر رو تایید نکرده و نمی کنه و نخواهد کرد بنابراین گروه هایی که به اسم اسلام در قالب در واقع گروه های تروریستی و یا گروه های مدعی اسلام اینها در واقع خون مردم مسلمان رو و یا حتی غیر مسلمان رو در کشورهای دیگه می ریزن اینها هیچ سنخیتی با اسلام ندارن ما نباید گول در واقع حرفای اینها رو بخوریم و همونطوری که برادران مؤمن ما در عراق و سوریه تونستن در مقابل داعش بیستن و به آنان بدترین شکست رو بدن انشاءالله به زودی در مقابل رژیم غاصب اسرائیل نیز وحدت خودمون رو نشون خواهیم داد و قدس رو آزاد خواهیم کرد ملت فلسطین ملت‌های منطقه و علما نخبگان و جوانان و شما دانشجویان به خصوص که در واقع لیدرهای فکری جامعه به شمار میرید هرگز در واقع موضوع و دشمنی صهیونیسم و اشغال سرزمین فلسطین رو فراموش نخواهید کرد و همواره آزادی قدس شریف آرزوی ملت‌های مسلمان منطقه خواهد بود اسی طرح دشمن ہمارے مسلمانوں کو ہر جگہ پہ مار رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ